در گزارش امشب خبرسازان آقای خاص کشتی وارد گود 23 شده. دفتر اتاق دارم بالا. آقای بنا. دفتر یه صندلی پلاستیکی همه میگه مال من. دست پرم از تایلند برگشتی. بله بله. خوشبختانه تونستیم با 4 مدال طلای نقره 2 برنز. شما 3 سال پیش هم در اوج رفتیم. بله المپیک تموم شد، البته تو مقاطعی تو همین 3 سال و نیم 2 بار اومدم ولی دیگه شرایط جور نشد رفتم، که شکر خدا الان با سعادتی شد که نزدیک 5 ماه همراه تیم ملی هستم. خوشحالم. رفت و برگشت کم نبوده؟ خب بله. چرا؟ چند بار. چیه قضیه دقیقا؟ خیلی از من میپرسن، مثلا اصطلاح معمولی و عامیانه میگن قرقرو. من شرایطی رو میخوام که استحقاق ورزش کشور و تیم کشتی فرنگی هست برای رسیدن به اون جایگاهی که شاید سالها برای ما خواب و خیال بود ولی الان هستیم داریم. رئیس جمهور وقت موقع اعطای نشانه ملی لیاقت از شما خواست بمونید ولی باز رفتید. خودم اعلام کردم ادامه دادن من شرط داره. من وقتی میام میبینم که یه مربی خارجی میاد هیچ کار خاصی هم نمیکنه، میلیاردها تومان میگیره، بعد من مربی میاد میگه آقا من 2 میلیون تومان میدیم به من، من هر بار که اردو 15 روز که من میام 300,000 400,000 تومان پول بلیط هواپیما میبرم بیام. حدود 9 ماه مونده به المپیک 2016 برگشتی، فکر کنم تو این فرصت باقی مونده یعنی کلا فکر کنم 4-5 ماه مونده میتونید حریفان ایران رو ضربه فنی کنید؟ من زمانی که اومدم 300 و تقریبا خورده ای روز بود که الان 163 روزش مونده. حالا با همه کمبودایی که هست و همه کمکایی که داره سعی میکنه فدراسیون انجام بده، فکر کنم که انشالله شرایطی بشه بتونیم دوباره دل مردممون رو شاد کنیم. یه جا گفته بودید که بچه ها عدس پلو میخوردن و میرفتن قهرمان میشدن. نه اون عدس پلو که شکر خدا همون موقعی بود که من نبودم، الان شکر خدا فدراسیون از نظر تغذیه و غذاییش مشکلی ما نداریم. خبری از اون عدس پلو نیستش؟ عدس پلو اگه باشه خوبه، خود عدسش، خود برنجش، خود گوشتش، ولی نه هر روز. شنیدیم شبان در همین خانه کشتی میخوابید. سالها سنی کلن از اون روز اولی که من ورود کردم این قرار رو با خودم گذاشتم ولی الان دیگه عادت کردم. دستمزد آقای خاص کشتی نسبت به مربیان در واقع رشته‌های ورزشی دیگه چجوریه؟ تو چه وضعیتی؟ مشکل آنچنانی نسبت به مسائل مالی ندارم ولی نسبت به رشته‌های دیگه خیلی اچاف میشه. شما مجوز واردات خودرو هم گرفتید اون زمان؟ اون زمان من میتونستم نه مجوز یکی، مجوز 10 تا ماشینم بگیرم. ولی اصلا توی مخیله من مسائل مالی و اینجور چیزایی که بخوام این امتیازات بگیرم نبوده و نیست. ولی بچه های تیم گرفتن دیگه قهرمان ها؟ بچه های تیم بله بعضیشون. چرا که سال خوبی داشته باشید. خیلی ممنون، مخلص شد.